امروز دهم مرداد 1403 خورشیدی ایرانی است. 7007 میترایی است. 4004 زرتشتی و 2583 شاهنشاهی ایرانی است. امروز اومدم آرامگاه نادرشاه را به تصویر بکشم و بدونم که در بعد از 3 دوره امپراتوری هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان، 3 تا پادشاه که در کشور ما واقعا تاثیرگذار بودند، جناب یعقوب لیث صفار رادان پور ماهک، آن شخصیت احیاگر زبان پارسی بوده، بعد از اون نادرشاه بزرگ، اون اسوه شجاعت و مردانگی که در تاریخ در وصفش نوشته شو پادشاهی است که عمرش بر پشت اسب گذشت و مکتوب است در این در تاریخی مملکت و باعث افتخارات ماست. و اون زمانی که افغان‌ها ریختن تا پادشاهی صفوی رو نابود کردن، نادرشاه فرمانده لشکر 7 کشور شرق کشور بود، غیرتش جنبید، از اونجا اومد افغان‌ها رو از کشور که بیرون کرد، هیچی تهراندشون و اینه تعدادشون پناهنده شدن به هندوستان. محمدشاه گورکانی رو التیماتوم داد که آقا اینا خائن به کشور من بودن، باید اینا تعویل تعویل ندادن. حمله کرد به هندوستان و کوه نور و دریای نور را آورد و این پشتوانه وطن منه. ای کاش ملت را آگاه می‌کردن که چه کسانی در تاریخ کشور ما در دوران معاصر تاثیرگذار بودن. عرض کردم یعقوب لیث صفار احیاگر زبان پارسی، نادرشاه بزرگ و رضا شاه بزرگ اینها رو نباید جامعه ما فراموش کنه، چرا که اگر اون آخوند و آیت اللهی که دخترش دکتر شده یا سوار بر هواپیما میشه، مدیون این سه شخصیتن، مدیون این سه شخصیت، مخصوصا رضا شاه بزرگ که دانشگاه را احیا کرد، آخوند، آیت الله، هر کی هستی، در هر مقامی هستی، وقتی سوار بر هواپیما میشی بدون که مدیون رضا شاه هستی، بدون که مدیون نادرشاه بزرگ هستی، بدون که این شخصیت های بزرگ چه کردن و چه خدمتی برای جامعه کردن. بله، باید ناسپاسی نهایت بیرحمی در یک جامعه. اگر ما قدرشناس نباشیم خب ناسپاسیم دیگه. ناسپاسی یک نکبت عمومیه و من گرچه امروز دلم آزرده شد، اومدم در آرامگاه نادرشاه بزرگ، میبینم جمعیتی نیست، ولی دور حرم میبینیم میلیون ها انسان بدونی که بفهمن برای چی اومدن، و میلیون ها انسان دارن میرن عراق پای پیاده بدونی که بفهمن برای چی رفتن. ولی متاسفانه به اون شخصیت هایی که کشور ما را آباد کردن و کشور ما را نجات دادن از جوغ استعمارگران، مگر یعقوب لیث صفار، اون شخصیت بزرگی که بنی امیه و بنی عباس تاراندن و تمام مردان بزرگ کشور رو کشتن، شیرزنان، دختران، مادران کشور منو بود در عربستان به تاراج بردن، ولی متاسفانه در این 45 سال یاد فرزندان وطن ندادن که از دبستان تا دانشگاه بدونن اسفه ها و اسطوره های کشور کیا هستن. بدرودتان یاران، وطن دوستان، آریا صفتان، بدرودتان تا درودی دیگر به مهر نیاکان سترگمان. سپاس از همه همراهان.